طی ماه‌های اخیر که اعتراضات مکرر و سراسری معلمان آزاده میهنمون جریان داشت، رژیم آخوندی وعده میداد که طرح رتبه‌بندی معلمان رو از خرداد شروع میکنه، ولی همچنان این موضوع در حالی از ابهام قرار داره. اما چرا؟ در این رابطه همراه هستیم با آقای حسین بیضایی از کانادا تا به این موضوع پردازیم. آقای بیضایی سلام میکنم به شما، خوشحالم که امشب با ما هستین و این فرصت رو داریم که به این موضوع پردازیم. منم متقابلا سلام میکنم خدمتتون، از دعوتتون ممنون هستم. خواهش میکنم. موضوع رتبه‌بندی معلمان مدتیه که مطرح هستش، اعتراضات گسترده‌ای هم از طرف معلمان میهنمون بر سر این موضوع بوده، بالا پایینی ها و مسیری را این موضوع طی کرده، ولی اما به کجا رسیده؟ مصوبه‌ای که دولت رئیسی روز 18 خرداد در دولتش تصویب کرد میتونه خواستای معلمان رو در مورد رتبه‌بندی آیا عملی بکنه یا نه؟ چون در ابتدا موضوع چیز دیگه ای بود ولی بعد چیز دیگه ای کاملا تصویب شد و الان معلوم نیست که واقعا اصلا همین تصویبی که انجام شده در مجلس رژیم عملی بشه، عملیاتی بشه یا نه. بحث رتبه‌بندی معلمان بحثی هستش که به حدود بیش از 10 سال گذشته، بیش از 10 سال برمیگرده. توی این رژیم همونطوری که توی گزارش قبلی خودتون هم بود، کارشون وعده وعید دادن هاست به مردم و عمل نکردن به اون وعده وعید ها. بنابراین در موقعی که در حدود 11 سال پیش مسئله طرح رده‌بندی از جانب معلمان و فرهنگیان ایران مطرح شد، دولت های قبل این رو همینطور با وعده درمانی و با نادیده گرفتن اون به اصطلاح اون رو سپری کردن. موقعی که دوره انتخابات روحانی به رئیسی بود، این رو به عنوان یکی از محورهای انتخاباتی خودش قرار داد و گفتش که بعد از آمدن سر کار وعده رتبه‌بندی رو به عمل خواهد رسوند. قالیباف هم قول داد که موقعی که به اصل دولت روحانی، دولت رئیسی سر کار بیاد، اون هم سعی میکنه که مسئله رتبه‌بندی رو در مجلس عملی بکنه و به تصویب برسونه. به هر حال طبق معمول این یه وعده بود و عملی نشد. معلمین و فرهنگیان ایران که میدونستن این وعده هم مثل در همونطوری که در 11 سال گذشته عملی نشد، این دفعه هم عملی نخواهد شد، مجبور شدن که صدای خودشون رو به خیابون‌ها، به میادین و به کوچه های شهرهای ایران برسونن. رژیم آخوندی، رئیسی و قالیباف که احساس خطر میکردن که ممکنه این گسترش پیدا بکنه، به خاطر تعدد فرهنگیان و دانش آموزان و همینطور اعتباری که جامعه فرهنگی به طور عام توی جوامع مختلف داره، به اصطلاح به تکاپو افتادن و اعلام کردن که میخوان طرح رده‌بندی رو توی مجلس مطرح کنن و به تصویب برسونن. طرحی که ارائه کردن اساسا طرحی نبود، همونطور که خودتون گفتین مشابه خواسته هایی که فرهنگیان و معلمین میخواستن. در همون موقعی که این طرح مطرح شد، من یادم میاد که اتحادیه معلمین مختلف اعلام کردن که علی‌رغم اینکه این طرح داره به صحن مجلس وارد میشه، ولی این اون چیزی نیست که ما میخواستیم. بنابراین قبل از اینکه اساساً این طرح وارد بحث و مجادله و تصویب برسه، مخالفت خودشون رو با اون ابراز کردن. اگرچه طرح تصویب شد، ولی اساساً با درخواستای معلمان یکی نبود و فقط به اضافه کردن چند درصد به حقوق اونها بسنده میکرد. درسته. جهت یادآوری اشاره میکنم که بر اساس آمار خود رژیم، متوسط خط فرق توی ایران حدود 15 میلیون تومان هستش. میانگین حقوق معلمین توی ایران حدود 7.5 میلیون تومان هستش، تقریبا نصف. تازه این معلمین کسایی هستن که استخدام رسمی هستن یا به بیان کانترکت دارن. خیلی از معلمین به خاطر مخالفت‌های خودشون با رژیم و با عمال اون توی مدارس مختلف یا توی دانشگاه‌ها تصفیه شدن و از کار برکنار شدن و مجبور هستن به طور کناری و به طور به اصطلاح غیر قانونی کار بکنن. حقوق اونها به مراتب کمتر از 7.5 میلیون دلاری، میلیون تومانی هستش که به طور معمول یک معلم یا یک فرهنگی میگیره. با اجازتون، این شعاری که معلمین در
اعتراضات خودشون میگفتن میخونم که فکر میکنم بیانگر همه مشکلات اونها هست. اونها گفتن که معیشت منزلت حق مسلم ماست، چون معلم معیشت ندارد منزلتی هم ندارد. الان شما اشاره کردید موضوع منظرت، فقط من قبل این سوال بعدی رو بکنم. تا اونجا که یادمه وعده ای که میدادم وعده 18 میلیون بود، حقوق 18 میلیون تومانی به حقوق پایه معلمین اونایی که در واقع قراردادی هستن 18 میلیون بود، که الان تقریبا هیچ خبری از این موضوعات تا همین امروز نیست، که نزدیک به یک ساله که رئیسی بر سر کار اومده با دولتش. اما شما اشاره کردید به موضوع خواسته های معلمین، الان شعار معلمین رو اشاره کردید، منزلت. شما خودتون دبیر هستید در کانادا، اون چیزی که معلمین میخوان، منزلت معلمین اون چیه که باید بهشون داده بشه و داده نمیشه؟ ببینید، در جوامع دموکراتیک و جوامعی که به فرهنگ، به آموزش و به بیانی به آینده کشور خودشون اهمیت قائل هستند، به طور عام نقش معلمه، نقش فرهنگیان، نقش دانشگاه، نقش مدرسه و به اصطلاح مدارج بالاتر از اهمیت بالایی برخوردار است. هر سال که بودجه های سالانه تنظیم میشه، به مسئله آموزش بهای قابل توجهی داده میشه. این مسئله خودش رو در دوران تقریبا بیش از 2 ساله کرونا در کشورهای دموکراتیک و کانادا نشون داد، که موقعی که دانش آموزان مجبور شدن به جای اینکه به مدارس برن توی خونه درس بخونن، یا دانشگاهیان، امکانات گسترده تکنولوژی و امکانات گسترده آموزشی برای معلمین و برای دانش آموزان فراهم شد. این امکانات نه تنها امکانات تکنیکی بود، بلکه امکانات رفاهی و امکانات مالی هم بود. به خاطر اینکه نمیخواستن خللی در روند آموزش و یادگیری به جامعه فرهنگی که هم دانش آموزان و هم دانشجویان و هم معلمین و پروفسورها هستش، این خلل ایجاد بشه. این اهمیت هستش که کشورهای دموکراتیک و دولت‌های منتخب اونها به مسئله آموزش میدن. این رو به خوبی من به عنوان یک دبیر در کانادا مشاهده کردم، که امکاناتی که در اختیار ما و دانش آموزان و دانشجویان قرار داشت، به هر حال امکاناتی بود که تقریبا مشابه همون چیزهایی بود که اگر کرونا وجود نداشت. حالا این رو مقایسه بکنید با کشور ایران، که تقریبا همه چیز بود غیر از اون چیزهایی که دانش آموزان میخواستن، معلمین میخواستن، پروفسورها میخواستن. از کمبود امکانات رفاهی، از کمبود امکانات اینترنتی، از کمبود امکانات کامپیوتری، و نه تنها اون، بلکه مثلا با توجه به دستور خامنه‌ای برای عدم اجازه ورود به کرونا به ایران و مثلا عدم ورود واکسن کرونا به ایران و وارد کردن واکسن‌های قلابی و غیر قابل اعتبار ساخت ایران، مثلا این مسئله رو به طور مضاعف به عنوان یک مشکلی برای مردم ایران به ایجاد کردن. بنابراین تصور نمی کنم اساساً قابل، متاسفانه اساساً قابل مقایسه باشه مثلا امکاناتی که در اینجا وجود داشت در خدمت معلمین یا هستش، و امکاناتی که در ایران وجود نداره برای معلمین و در تحت حاکمیت این رژیم هرگز وجود نخواهد داشت. برای خبرهای ناگواری که آدم میاد واقعا، از اینکه چند کودک به خاطر نداشتن تبلت، برای اینکه نمیتونستن در کلاس‌های درسی آنلاین شرکت کنن، خودکشی کردن. فکر کنم همه این خبرها رو یادمون هست. آقای بیضایی، شما خواسته و اعتراضات معلمان ایران رو دنبال می‌کنید. به نظر شما آیا خواسته های معلمان در ایران صرفاً به خواسته های صنفی محدود میشه، یا اینکه داره فراتر از اون میره؟ اعتراضات به طور عام تا اونجایی که من مطالعه کردم و مطلع هستم در خیلی از جاها از جمله ایران، نه کلی اعتراضات، ولی اعتراضات صنفی عمدتا از خواسته های صنفی ناشی میشه و گاهن تا عدم انجام اون خواسته های صنفی ادامه پیدا میکنه. منتها توی ایران این کاملا بالعکس، خواسته های صنفی
به خاطر اینکه مردم ایران و تمام اقشاری که در تظاهرات ها، در اعتصاب ها، در گرد همایی ها و در تجمعات مختلف خودشون هستن، میدونن که این مشکلات فقط یک منشأ و یک مخرج مشترک ثابت داره، اون هم وجود یک رژیم دزد، ناکارآمد و سرکوبگر هستش. به همین خاطر به اصطلاح کلیه در ابتدای این اعتراض ها بس ممکن هست که شعارهایی که نوشته شده یا شعارهایی که اول داده میشه سنتی باشه، ولی به سرعت به شعارهای ضد حکومت و ضد رژیم و اخیراً که حتما بینندگان عزیز سیمای آزادی مشاهده کردن، به طور مستقیم عاملان اصلی این بدبختی ها رو شامل میشه که علی خامنه ای هستش و رئیسی و قالیباف و امثال اینها. یادآوری میکنم که داشتم سیمای آزادی رو چند روز پیش گوش میدادم، اعتراض اخیر به اصطلاح اعتراضای اخیری که صورت گرفته در ایران، به محض اینکه تجمع صورت گرفته شعارهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر رئیسی داده شده. بنابراین این نشون دهنده یک بلوغ سیاسی جامعه ایران هست که میدونن که درخواست‌هاشون به اصطلاح تنها و تنها تنها به دلیل وجود حکومت آخوندهاست و جواب اونها تنها و تنها در نبودن این حکومت هستش. من ازتون اجازه میخوام در فرصتی که هستش از جانب خودم و همکاران خودم در کانادا، از تمام فرهنگیان، دوستان من، معلمین من، استادان من، از دانش آموزان و دانشجویان تشکر میکنم. از راه دور دستشون رو میفشارم، براشون آرزوی موفقیت میکنم. ایمان داشته باشین که همونطوری که شما تمام همغمتون برای آموزش دانش آموزان و دانشجویان هست، برای ساختن ایرانی که ممکنه من و خیلی از کسانی که این تلاش رو میکنن وجود نداشته باشیم، ولی این وظیفه به اصطلاح یک معلم و یک فرهنگی هستش که برای ساختن اون آینده از تلاش حد اکثر تلاشش رو بکنه، زندانی بشه، کشته بشه، محدودیت های فراوان رو متحمل بشه. منتها این هم یک واقعیت هست که تصور میکنم استمرار تظاهرات ها و تجمعات اقشار مختلف ایران به طور انکارناپذیر این رو ثابت کردن که در پرتو این اعتراضات ها آینده مطمئنن سرفرازی برای ایران ساخته خواهد شد. امیدوارم که همینطور بشه هرچه زودتر. آقای بیضایی تشکر میکنم از شرکتتون و وقتی که در اختیار ما گذاشتین و توضیحات ارزش دادنتون برای بینندگان ما. ممنونم. خواهش میکنم.